گاهی وقتا توی نقطه درست زندگیمون هستیم، یعنی همه چیز داره همون جوری که باید پیش میره و هیچ چیزی اون مدلی که مثلا بگیم یه جایش اشتباهه، یه چیزیش مثلا نادرسته نیست. اما توی همین موقع است اگه یه چیز غلط باشه یا اشتباه باشه، یا مثلا بگیم آقا نظم زندگی ما به هم ریخته، اتفاقای بد داره پشت سر هم میفته، اینجور موقع است که آدم یه سنگ رو دلش میذاره، میگه که اوکی الان اگه من نظم زندگیم به هم ریخته به خاطر این سیر اتفاقاتی که داره پشت سر هم میفته. اما بدبختی اینجاست که گاهی وقتا هیچ اتفاق بدی نمیفته، یعنی هیچ خطری نیستش که جون آدمو تهدید کنه و مغز آدمو تهدید کنه، اما این مغز بی صاحب خودش برای خودش مشکل ایجاد میکنه و این بدترین بخش قضیه است. بعضی وقتا یادم میره چی میگم، چون که از تیکه قبلی که شما داریم میبینید تا این تیکه هی ما جامون رو داریم عوض میکنیم که ویدیو یکم سینمایی تر بشه. اما خب من ذاتن آدمی نیستم که بتونم ویدیو سینمایی بگیرم، اما یه روز این کارو میکنم. الان برام سخته به خاطر اینکه زیغ وقت. آره دیگه داشتم میگفتم گاهی وقتا همه چیز سر جاشه اما تو نمیدونی که مشکل چیه و این به نظرم یه امر عادی باید باشه، یعنی باید اینو بیشتر راجبش توی فضا این مجازی صحبت کنیم و بگیم که گاهی وقتا درسته که همه چیز توی زندگیمون سر جاشه ولی حال ما خوب نیست. اتفاقی که برای من افتاده، من هر سال توی این تایم همه هدفامو نوشته بودم، همه کارهایی که می‌خواستم توی زندگی من انجام بدم و نوشته بودم، اما امسال هیچ کدوم از این کارها رو نکردم و الان داره از اون دور آدم رد میشه و من باید خفشم. اون اصلا براش مهم نیست که من دارم حرف میزنم. مهمه براتون؟ براتون مهمه؟ 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 همونجا موندن همونجایی که من دارم ویدیو میگیرم. مگه میشه آدم بمونه؟ داره کمربندشو درست میکنه. بگذری، من یه راهی پیدا کردم برای اینکه بتونیم اینو این وضعیت خیلی داغونی که برای آدم پیش میاد رو درست کنیم. شما فکر کنید که کار سختیه و درست فکر میکنید کار سختیه به خاطر اینکه وقتی چیزی از روتین خودش خارج میشه دوباره همه رو بخوای به هم چفت و بست بزنی، یه دور خودت هم باید چفت و بست بزنی بعدش، چون که سخته. اولین کاری که باید بکنیم اینه که یکم از دورتر به مشکلاتت نگاه کنی، خیلی دورتر، چون زمانی که تو توی مشکلاتتی نمیتونی بفهمی که کجای اون مشکلت هستی. چقدر چرت و پرت سخنرانه انگیزشی، چجوری اینجوری حرف میزنن من نمیفهمم. اما زمانی که توی اوج مشکلت هستی نمیتونی راه حل بدی، برای همین وقتی که از اونجایی که بودم الان از اونجا بهش نگاه کنی میتونی کم کم بفهمی که راه حل کجاست. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم برای این تایمی که گوگیجه داریم و نمیدونیم که بابا یکی کارهایی که توی این تایم ها میتونیم بکنیم برای تایمی که دقیقا گوگیجه داریم و نمیدونیم با زندگیمون چیکار کنیم اینه که یکم سعی کنیم که زندگیمون رو خوشگل کنیم. حالا به معنای خوشگل به معنی است که بریم مثلا میلیاردها دلار خرج کنیم، چون ما اصلا پول در نمیاریم، پول زیاد خرج کنیم برای اینکه بتونیم اون زندگیمون رو اون جوری که باید بچینیم. نه، با چیزای کوچیک میشه این کار رو انجام داد. الان بهتون میگم چیه. قدم اول که میگم که سعی کنید زندگیتون رو خوشگل کنید، این دفترهایی که دیده بودین که موقع مدرسه میبردیم چقدر زشت بودن، رنگای مختلف داشتن، هیچ طرحی روشون نداشتن، پلاستیک خالص بود، اون یادتونه؟ آره، از اون دفترها نگیرین هیچ وقت. من بهتون از این دفترهای طرحدار رو پیشنهاد میکنم. اسپانسر این مجموعه آخه یه روز انشالله اسپانسر بگیرم. دفترهایی که طرح دارن خب یکم زندگی رو از اون حالتی که مثل قدیما همه چی از بین رفته بود، همه چیز خیلی بی‌معنی بود، نجات میده. چرا؟ بخاطر اینکه یه تنوع دیگه، شما این دفتر رو میبینید یکم حال میکنید. حالا بهتون میگم که چرا باید دفترهای طرح دار بگیریم. مثلا این دفتر مثلا با طرح سریال مورد علاقتون که بر من فرنده، توی اون دفترها میتونید چیکار کنید؟ میتونید افکاری که بیشعورن و توی ذهنتون میمونن و ذهنتون رو میخورن و بنویسید. یعنی هر غوری که دارین و توی ذهنتونه، من الان باید بلنشم فلان کارو بکنم، چرا نکردم؟ من الان باید برم حموم، چرا نرفتم؟ من نباید این حرفو به فلانی میزدم. اینا همه چیزایی که تو سر من هست. یعنی من با خودم بعضی وقتا میشینم جلوی آینه و این مکالماتو میکنم. مکالماتی که مثلا شاید 3 سال پیش تموم شدم، بعد میگم نه، من اونجا باید اون حرفو به طرف میزدم ولی نزدم. اینا رو چیکار میکنم؟ بعد از اینکه مینویسم همه چیز واقعا چند درجه بهتر میشه.
چون خیلی از منم پرسیدین که مازی تو مثلا چجوری جورنال میکنی و اینا، باید بگم که واقعا جورنال کردن کار سخت و پیچیده ای نیست. صدای موزیک میاد. کار سخت و پیچیده ای نیست، فقط هر چیزی که توی ذهنم رو میام مینویسم روی کاغذ. فقط تنها کاری که من انجام میدم و بهم کمک میکنه اینه که صبح این کار رو انجام میدم، چون که صبح دقیقاً اوج اون تایمیه که توی سرم حرفه. یعنی مثلا واقعا خیلی برام غیر قابل باور، صبح خواب بیدار میشم اینجوری هم که من چقدر زندگی عقبم، چون معمولا صبح خیلی حرف و اینجور چیزا توی ذهن آدم بیشتره و صبح بر من اینجوری، البته صبح و بعد از هر اتفاق بعدی که برام میفته، چون اگه دیدیم مثلا یه اشتباهی میکنی، چقدر خودخوری میکنی، چقدر میزنی تو سر خودت که من چه آدم احمقی بودم، منم اینجوریم، میدونم که خیلی همون اینجوریم. برای همین این حرفا برای من صبح خیلی بیشتر. چیکار میکنم؟ صبح بلند میشم، هر چیزی که توی ذهنمه، هر چیزی که توی ذهنم رو مینویسم. مثلا اینکه من الان باید برم دستشویی، حال ندارم که برم همون، دوست ندارم که برم سر کار، ولی باید برم سر کار چون به پول نیاز دارم برای اینکه بتونم زندگی کنم، بتونم نفس بکشم. اینا رو همه رو مینویسم و بعدش واقعا میبینم که ذهنم خیلی خالی تر شده و اینو به شما پیشنهاد میکنم، چون فکر میکنید که شاید مثلا جورنال کردن کار عجیب غریبی باشه، اما نه، واقعا کار عجیب غریبی نیست. اگرم که مثلا نمیدونید از کجا باید شروع کنین، مثلا توی گوگل سرچ کنید که مثلا how to journal or journal یا 23 question for starting journaling، یه همچین چیزی میدونین دستتون میاد، گوگل راهنماییتون میکنه. من فقط روشی که خودم انجام میدم و بهتون گفتم تا شاید بر شما مفید واقع بشه. بریم سراغ کار بعدی که میتونین زمانی که گم شدین انجام بدین. کار بعدی که میتونین انجام بدین اینه که دوستتون رو ساعت 8 صبح از خواب بیدار کنید و خودتون خواب بمونید. چه حسی دارید؟ خیلی خوشحالم. از این خوشحالتر نمیتونم باشم. دیروز فقط 3 ساعت خوابیده و امروز پاشده اومده با من ویدیو بگیره و پشت دوربین فاطمه است. واقعا خسته نباشید بهش میگیم از طرف من و همه بچه هایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. و یه کار دیگه که میتونید بکنید واقعا اینه که با دوستاتون صحبت کنید. من یه تایمی بود که خودم اصلا با هیچ کس صحبت نمیکردم، فکر برم همه مشکلاتم خودم میتونم حل کنم، ولی بعد وقتی میخوام صحبت جدی کنم، ولی بعدش متوجه شدم که صحبت کردم با دوستامون و آدمایی که بهمون نزدیکن، نه که برین مثلا با شمس خانم سر کوچه صحبت کنید، اون عملا فقط حرفتون رو میبره به جای دیگه، میزنه و میگه این اسکل رو نگاه کن اومده با من داره حرف میزنه. با دوستایی که نزدیکن بهتون، میدونین که قضاوتتون نمیکنن، مثل آره من اشاره کردم، و با اونا صحبت کنید و بگین که مثلا توی چه زمینه‌ای توی زندگیتون به مشکل خورده. شاید بعضی وقتا واقعا دوستامون نمیتونن مشکلمون رو حل کنن، عملا خب کاری از دستشون بر نمیاد. مثلا من میگم آقا جان مثلا چه میدونم من نباید فلان روز فلان حرفو میزدم، دوست من نمیتونه بره از توی تاریخ زمان اون بخشو حذف کنه که، ولی میتونه بشنوه و یکم از اون باری که توی ذهن خودم رو کم کنه. یه جورایی مثل همون نوشتن عمل میکنه حرف زدن با دوستاتون. برای همین میگم که اینو جدی بگیریم و با آدما حرف بزنید، چون که حرف بزنید، چون که اینه که باعث میشه که زندگی ارزش داشته باشه. جدی دارم میگم. نظری نهری خوابش میاد لود نیستم الان براش چیزی دارم که بخوره و های میشه چایی. بابا این همه صحبت کردم هیچ کدوم ضبط نشد. بده من اینو رو بده من دوره از اول. آره الان یه جوری برخورد میکنی که انگاری اون یکی کو اون منا تسلی کو آی نه نه چایی هستی کو این باشتم این تو باشتم کجا دست خود دادم. الان یه جوری برخورد میکنی که انگاری بار اولت اینا رو میشنه. علکی میگی نه؟ نه واقعا نمیگم. نه واقعا ضبط نشده. خب برای دوستتون یه لیوان من میداریم میارین زمانی که صبح زود از خواب پا میکنیدش میاریدش بیدارش میکنین، لیوانو میدین دستش، میگین که عزیز دلم همه اینا رو دوباره باید بگم
نمازی تو به من گفتم که این لیوانو من با خودم میبرم. آره آره دوباره گفت و ببر با خودت. اوکی، دو مدل چای آوردم، چای سرخیز مخلوط میوه‌ای حاوی توت‌ها به علاوه چای ترش. یه دونه دیگه هم چای فومنات آوردم که مال فومنه. اینو یه داستانی کامی برای من تعریف کرد، گفتش که اینو کارخونهش فقط جلوی کارخونه میفروشه اینو. و من گفتم که کامی جان چرا باید یه کارخونه فقط محصولاتشو جلوی کارخونه بفروشه؟ این همه جا در جهان خلقت هست. ولی فکر کنم کامی گیرم آورد، مگه میشه آخه مثلا یه کارخونه به اون بزرگی آره فقط جلوی کارخونه اینو بفروشه؟ ولی خب من این برندو جایی ندیدم، امیدوارم که نمیری اینو میخوری. براش آب جوش آوردم. بچه‌ها من همه اینا رو تعریف کردم، نبینن حال نرم، به خاطر اینکه کل انرژیمو سر همون خالی کردم. اینو میبینید، این ماگ یا فلاسکو. ما چند ماه پیش یعنی پارسال داشتیم میرفتیم رش، من توی این بر فاطمه قهوه درست کردم و فاطمه چون مثل همیشه خوابش میومد زیبای خفته. آره صبح ساعت چند بود؟ 9 صبح، مثل همین امروز 9 بود تا 10:11 بود. آره بعد چون که خوابش میومد من اینجوری گفتم که من برات قهوه درست میکنم میارم حال کنی. بعد من قهوه رو درست کردم، فاطمه تا نصف خورد، یعنی تو اینجوری خورد، بعد دیگه نخورد، فقط الکی درست کردم. بعد گفتش که اینو من میذارم این گوشه ماشین، گوشه در، و بعدش گم شدی که چی کار داری میکنی؟ آره اینو میذارم گوشه ماشین، موقعی که داریم برمیگردیم اینو میدم بهت. بچا شب باورتون نشه من 2 ماه بعد اون بیرون رفتنمون اینو گرفتم، به خاطر اینکه ماشینشون رفت تعمیرگاه و یه چند ماهی توی ماشین مونده بود و اینا. ماشین رفت پیش آقای تعمیر و به همراه شیر و قهوه. 2 ماه خودش شست، در نهایت خودش شست. من کار خاصی نکردم. آره برای همین چون که احتمال دادم الان این توش سرد بشه، چیزی که آوردم برای همین تو یونیک براش آوردم که بیرونش سرده ولی داخلش گرمه. اسپانسر برنامه یونیک. خب بفرمایید. ولی الان باید بمونی چون میخوام از این چیزا بگیرم، از این صحنه‌های استاتیک بگیرم. استاتیک چیه؟ استاتیک میگن، استاتیک فکر کنم. خب بگیر. بگیرم. آره. چه حسی داری؟ اینقدر چای میاد نزدیک دوباره میره. قلبم داره درد میکنه. خب یه حل. All the darkness in my mind, pain that I can't leave behind. I know there's a silver line that I can't see. All the cold and sleepless nights, running out of ways to fight. I know there's a morning light in my reach. If I keep buying time, I stopped going out to bars, I quit smoking. Thought that giving that all up would keep me going. I got over people pleasing. I quit falling into love that had no meaning. I could search forever for a peace I'll never know. But I can't help but focus on the things I can't control. All the darkness in my mind, pain that I can't leave behind. I know there's a silver line that I can't see. All the cold and sleepless nights, running out of ways to fight. I know there's a morning light in my reach. خیلی خوشبوه، یعنی من تا الان چایی با این بود نخورده. منم نخورده بودم چون از بر کامی کش رفتم. بخور. آره بابا من بدم نمیاد، من آدم کثیفی هستم. سرده که آره گفتم از اونا بود. خوشت نایمه؟ جالب چرا باید چای جالب باشه؟ باید کلمه دیگه بهش پیدا نمی‌کنه. سرخیز پس نمره خوبی گره. فومنا خوشمنده است واقعا؟ آره خوشمنده. این چون داغه خوشمنده تر اون سرد شد.